به جواب آخرت هم که رسیدی بازم ممیزشو بردار، میشه این بدون محاسبه سوالت به جواب رسید. این روش فوق‌العاده است واسه حل سوال، بسیار خفنه واسه حل سوال و خیلی خوبم جواب میده. یعنی اگر با این بریم جلو خیلی راحت میتونیم به جواب سوالمون برسیم و خیلی سرعتی هم حلش کنیم. اینم از این سوال. باز هم مجدداً خواهش میکنم دوستان عزیزم، بازم از لطف شما و اینکه کلاس ما رو تماشا کردید تشکر میکنم. ازتون خواهش میکنم که لطفاً ببینید جزوه‌ای که الان دارید و میتونید پرینت بگیرید خودتون. ما این دوتا سوال رو هم داریم هنوز که حالا یه سوال به عنوان نمونه مونده، هنوز خودتون حل کنید. البته 30 نمیخوام، فقط 29 و 31. حالا 31 هم الان اصلا حل میکنم واسه تون، نمونه شو ندیده بودیم، اینم به زبان حل کنم. میگه آقا یه واکنش اینهاش انقدر باریوم هیدروکسید، اینجا مینویسم انقدر باریوم هیدروکسیده متولور، درسته؟ گرمه، گرمه بالا ضریب ضرب در جرم مولی، داده خودش مینویسید. میگه در این واکنش چند کیلوژول گرما جذب میشه. آقا از همه جا حل کردیم، دو ترمودینامیک، اینم از ترمودینامیک ایکس کیلوژول. بچه‌ها کیلوژول بالا مقدار دلتا اچ، همینو مینویسیم بالا، 80 ممیز 3. تموم شد طرف این وسط، این سوال حل میشه. حالا ما بعد از اینکه شما نکات محاسبات رو تو جلسه پیش تی ان تی ببینید، بعد از اینکه کلاس رو ثبت نام کردین میرین جلسه پیش تی ان تی رو میبینین، براتون باز میشه. اگر هم ثبت نام کردید که برید ببینین پیش تی ان تی رو، اون وقت فقط پیش تی ان تی، همین، صفر هم نمیخواد، هیچ چی نمیخواد، محاسباتمون قوی تر میشه. یکی از تکنیک های محاسبات تقریب زدنه. مثلا من 80 ممیز 3 رو به تقریب میگیرم 80 و 4 ممیز 88 رو به تقریب میگیرم 5، یه ذره بیشتر گرفتم و یه ذره کمتر. طرفین وسطین 5 80 400 تا تقسیم بر 315، 400 به 300 میشه 1 خورده ای. تموم شد. ببینید اینا تکنیک های محاسباتیه. الان مطمئنن مثلا یه دارکوب قهرمان ممکنه که یهو بگه که آقا اگه دو تا گزینه 1 خورده ای بود چی؟ اینا میخواد 1 خورده بود بشه حساب کن. خب ولی سوال کنکور، سوال کنکور سراسری همیشه قلقهای حل کردن میذاره واسط. اگه میخوای یادش بگیری، میخوای تو کنکور گیر نکنی توی حل سوالا، پس بی زحمت دقت کن و تکنیک های محاسباتی که بهت میگم رو یاد بگیر. ما تو جلسه بعدی تمام سوالا رو با تکنیک های محاسباتی که شما یاد میگیرین توی نکات محاسبات همه رو به جواب آخرم میرسیم. این شد درستون. خب این سوال، یه دونه سوال هم اینجا من این دوتا بعد براتون حل میکنم حتما قبل از شروع کلاس درس جدیدمون، چون آسونه. هفته بعد تکلیفتون، پارت دوم تکلیفتونه، پارت دوم تکلیفتونه، از آسون به سخت همه جور سوالی توش داره. بازم دوباره سطح آسون داره، سطح سخت داره، از آسون به سخت همه جور سوالی داره. ما دیگه تو پارت دو رو با سرعت بیشتری میریم جلو به عنوان تکلیفتونه. حالا پارت دو رو هم بستگی به شرایط، ببینم چه جور موجوداتی هستید، اگه قوی عمل کنید و با من بیاین جلو، پارت دو که تکلیفاتونه رو حل میکنم براتون یا ویدیوهای حل بهتون میدم. اگر خیلی خوب بودید حتی تو کلاس هم شاید براتون حل کردم و سعیم بر اینه که تو کلاس اصلا حل کنم، منتها مثلا با یه فاصله ای. و بعدش هم این که اگر هم که موجودات تنبل و تنپروری شدید، ممکنه که حلش رو بهتون در اختیارتون بذارم، ببینم چیکار میکنید دیگه. امیدوارم که جزء خوبا باشید. کلاس امروزمون تمومه. کلاس خیلی خوبی بود، من کلی انرژی مثبت گرفتم، کلی لذت بردم از حضور شما. خواهش میکنم یه ذره به من فرصت بدین بتونم کارهای بهتری براتون تو هفته ارائه بدم و با یک مقدار وقت گذاشتن و دیدن جلسه بهتر و قشنگتر یاد بگیریم. ما تو جلسات بعدی تایم کلاس رو بیشتر هم شاید واسه اون وایستادیم، ولی چون جلسه اول هست و جلسه اول هم حالا خب مهمان هم داریم تو کلاس، شاید بچه ها نخوان دیگه بیشتر از این بشینن، ما طبق تایمی که گفتیم تموم میکنیم. اما از جلسه مخصوصا من این کلاس رو روز پنجشنبه انتخاب کردم که بعدش تایم باز داشته باشیم که بتونیم یه مقدار بیشتر باهاتون کار بکنیم برای هفته آینده. و برای جزوه اجازه بدید که من اعلام بکنم، فعلا از همین جزوه پرینت بگیرین استفاده بکنین و ما جزوه رو به صورت فیزیکی ارسال فیزیکیش هم اعلام میکنیم. دیدیم آقا دفترچه سوالاش آماده بود، بعدم نشونم دادم بهتون دیگه، بودش دیگه، امروز آماده شد. یک نسخه براتون نشون دادم که چه جوریه، ولی
پوستراتون هم آماده بشه یه دفعه براتون بفرستیم دیگه. بقیه توضیحات هم دادم، اگر بازم متوجه نشدید اول کلاس رو دوباره ببینید. خیلی ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید که اومدید امروز ما رو تماشا کردین. چه شاگرد من هستید، چه طول سال شاگرد من بودید، چه قراره شاگرد من بشید، چه اینکه اصلا نمیخواید این کلاس رو خوشتون نیومده، در هر صورت باعث افتخار من بود که در خدمتتون امروز بودم و امیدوارم که با دقت کافی